واتساپ گایز، به چنل من خوش اومدید دوستان. دارم هر جا هستید مثل همیشه اول از همه حالتون خوب باشه. تو ویدیو امروز میخوایم بریم سراغ براچین. بچا براچین شبکه یک ماژولار هستش که یه چند وقتی خیلی سر و صدا کرده خبره. حالا ایردراپش هم خیلی پیچیده، همه جا یه فوموی شدیدی روی براچین شده. بیسش روی میم کوین ها بوده، بعدن معروف شده و کالکشن های NFT خیلی زیادی داره که قیمتاش خیلی زیاده. بچه ها بهتون توصیه نمی کنم برید از کالکشن NFT شون چیزی بخرید با این قیمت ها، ولی احتمالا کسایی که حالا از قبل این رو تهیه کرده باشن توی ایردراپش بتونن مبلغ خیلی سنگینی رو دریافت کنن. تو این ویدیو میخوام کل کارهایی که شما الان میتونید تو حالت تستنت برای این شبکه ماژولار استفاده کنید یا انجام بدین رو بهتون بگم که شانستون برای دریافت ایردراپش بره بالاتر، و کارهایی هست که خودم انجام میدم. به شما هم میگم که این کارها رو با هم انجام بدیم که اگر ایردراپی باشه ما بتونیم خودمون رو شامل یا واجد شرایطی گرفتن این ایردراپ بکنیم. خب بریم سراغ کاری که باید انجام بدیم. اول از همه بچه ها سایت گالکس رو من اینجا براتون میذارم، تسکایی که داخلش هست. دو تا تسک داره، یه تسکش تکراریه، یعنی شما هر روز میتونید بیاید و با ویزیت کردن یا انجام دادن یه تسکی اینجا بوده 5 تا پوینت رو بگیرید. این رو بذارید جز دیلی تسکاتون، یعنی من هر روز میام و این رو انجام میدم. حالا الانم بزنم روش، این لینک رو کافیه باز کنید، براتون این صفحه باز میشه و اینجا یه مقدار ثبت میکنید، بعد این رو رفرش میکنید تا این براتون ثبت بشه. حالا البته الان برای من فیل شدش، یه چند دقیقه دیگه اینو مجددا تست میکنم. یه سری تسک دیگه هم داره که 90 تا امتیاز شما اینجا میتونید بگیرین. حالا کاری که گفته خیلی سخت نیست، اولش فالو توییتر هست، بعد ری توییت یه دونه توییت. اینایی که فالو ری توییت من دیگه باز نمیکنم چون خیلی ساده است. یا ویزیت کردن این صفحهشون هست که این امتیاز هم باز راحت میتونید بگیرید. مهمترینش اینه که کوب رول رو توی براچین دیسکورد داشته باشین. بچه یه دونه حالا اینجا رول میدن، اسمش کوب رول هستش، من گرفتم اینو. و چطوری میتونید این رو بگیرید؟ با فعالیت داخل دیسکوردشون هست، یعنی اگر حالا داخل کانال دیسکوردشون فعال باشید و ادمیناشون ببینن به مرور به شما این رول رو میدن. حالا من رول خودم بخوام اینجا بهتون نشون بدم، بذارید برم داخل یکی از این چنل ها، مثلا میتونم واتساپ گایز. خب ببین این رول کوب رول رو شما باید بگیرید برا کوب، و این رو باید داشته باشید. اینو اگه داشته باشید تیک این قسمت هم براتون خورده میشه. این به نظرم مهمترین رولی هست که از دیسکورد فعلا میتونید بگیرید. بعدی باز ویزیت کردن این صفحه هست که کار سخت نیست. یه کویز داره، تا حالت چند گزینه‌ای داره، این رو چند بار بزنید حالا اون جواب درستش براتون مشخص میشه. من یادم نیست خیلی وقت پیش اینو زده بودم. بعدش باید یه مقدار حالا برا فاست کنید. برا فاست کردن اول از همه بچه باید به حالا متامسکتون شبکه براچین رو، حالا شبکه تستیش رو اضافه کنید. حالا من از قبل این کارو کردم براچین تستنت رو، ولی لینکش رو براتون زیر ویدیو میذارم. این لینک داکیومنت رسمی خود براچین هست. اگر بیاید اینجا این صفحه رو باز کنید، یه جا داره که براتون نوشته اد تستنت، اگر بزنید به متامسکتون اضافه میشه اتومات. اگر نشد میتونید بیاید پایینتر و بیاید حالا از این مشخصاتی که اینجا گفته به صورت دستی استفاده کنید. که باز اینم بخواید به متامسکتون اضافه کنید، کافیه بیاید اینجا و این حالا شبکه‌هاتون رو باز کنید، اد نتورک رو بزنید اینجا و بیاید حالا روی اد نتورک منوالی کلیک کنید. اینجا بیاید و مشخصات رو با این چیزی که توی داکیومنت گفته پر کنید، یعنی اینا رو کپی کنید دقیقا بذارید توی این سطرهایی که حالا اینجا هستش و قرار بدید و اینجا سیوش کنید تا براچین تست نت به متامسکتون اضافه بشه. بعضی که این کار رو کردین وارد سایت بعدی میشیم که همون براچین فاست هست. اینجا میتونید یه مقدار توکن تستیش رو بگیرید که بتونید روی براچین شما کار کنید. من از قبل مقدار گرفتم، ولی راه گرفتنش اینه که شما آدرس کیف پول متامسکتون رو از اینجا بر میدارید، تو قسمت ولت آدرس این رو کپی میکنید، اینجا وریفای هیومن رو میزنید و ثبت میکنید تا وریفای براتون انجام بشه. خب بچه اولش من گیر داد، فکر کنم به خاطر فیلتر شکنم بود، یه بار حالا دیسی کردم دوباره کانکت کردم اوکی شد. آدرس کیف پولتون که اینجا دارید وریفای رو زدید از طرف کلوت فلی آی پی تون رو چک کرد، روی دریپ توکنز میزنید، این براتون یه مقدار توکن تستی میفرسته و این ارسال میشه به حالا آدرسی که اینجا دادید و بعد از حالا یه تایمی باید این رو روی کیف پول متامسکتون ببینید. این کارو که انجام بدین این تسک
دریپ براش میتونه براتون تیک خورده بشه و اوکی میشه، فقط کافی بیاد روش کلیک کنین بره براتون رفرش کنه و این تیکش زده بشه، سبز بشه براتون. بعدش گفته بیا سواب کن برا رو به STG-USDC روی بکس. باز دوباره میریم توی همین سایت بچه، لینک همه یه حالا اپ هایی که داره یا حالا قسمت های مختلفش رو تو همین قسمت فاست میتونید داشته باشید. من لینک ها رو باز بهتون میگم، همه رو به ترتیب براتون زیر ویدیو میذارم که شما راحت استفاده کنید. قبل از اینکه بریم حالا روی بکس که این سایت هست و سوآپمون رو انجام بدیم، یه نکته دیگه بهتون بگم، اگر این فاست حالا به هر دلیلی کار نکرد یا کم بود مقدار توکنی که بهتون داد، میتونید از دو تا فاست پایین هم استفاده کنید که یکیش کویک نوده، یکی هانی جر هست که اینم باز یه سایت مستقله که خودش یه سری کوست و فعالیت های جدا داره که باز داره همکاری میکنه با براچن. یه کالکشن NFT هم اینا دارن که باز این کالکشن NFT هم الان راجبش صحبت میکنیم که اصلا ببینیم چی و خریدش منطقی هست یا نه. خب بریم اول روی بکس اون سوآپمون رو هم انجام بدیم. این سایت بکس هست که اینجا هم خودش اشاره کرده بود دیگه، روی بکس گفته بود این کار رو سوآپ انجام بدیم. این سایت رو که باز کردید سواب توکن رو بزنید، اینجا مثلا میتونید انتخاب کنید که توکن براتون رو میخواید تبدیل کنید به STG-USDC. حالا من یه مقدار خیلی کم رو اینجا تبدیل میکنم، مثلا اندازه $5 میخوایم تبدیل کنیم. خب این سوابمون رو میریم انجام بدیم، کانفیرمش میکنم. حالا من چون روی لجر دارم میزنم، باید یه دونه سخت افزاری هم اینجا تاییدش کنم، شما دیگه همون کانفیرم رو بزنید براتون انجام میشه. خب بچه‌ها یکم باگ هم داره سایتش، گاهی اوقات ممکنه اروری چیزی بگیرید، گاهی اوقات رفرش کنید این ارور رو برطرف میشه براتون، یا کیف پولتون رو از اون بالا یه بار دیسکانکت کانکت کنید معمولا اروراش حل میشه براتون. خب با این کار شما میتونین تسک آخرش رو هم یکی مونده به آخرش هم انجام بدید که براتون رو به STG-USDC تبدیل کنید. تسک آخرش هم که مینتانیه که حالا سراغ این یکی هم میریم، این رو هم بهتون میگم چطوری میتونین بگیرید. اینا مهمترین تسکاش بود که باید انجام بدین و حالا شاید نسبت به تسکای دیگه یکم سخت‌تر باشه. خب این سواب که این طرف فرما انجام شد، حالا بریم سراغ مینتانی. تو این صفحه که بیاید بچه‌ها میتونید اینجا با STG-USDC تون یه مقدار هانی رو مینت کنید. این طرف باید اینجا رو اپروف کنید اول. من حالا این دوتا رو اپرووش میکنم یک بار. خب این اولی ساب میکنم تا این تراکنش برام انجام بشه از حالت پندینگ در بیاد. خب این دوباره اپروف اینفینیت رو اینجا میزنم، یه تراکنش دیگه قاعدتا باید انجام بدیم، این رو هم باید کانفیرمش کنم و در نهایت مینت کنیم مقدار هانی که میخواد. اینم اکسپت میکنم اینجا. خب اینم که اکسپت شد بچه الان کافی روی مینت بزنید و این مقدار هانیه براتون مینت میشه. این تراکنش آخری هست که قرار انجام بدیم، این رو هم من اکسپت میکنم تا 1.97 هانی رو بتونیم اینجا مینتش کنیم. دیگه منتظر میمونید این تراکنش براتون با موفقیت انجام بشه، سکسس بشه، بعد میرید داخل همون سایت گالکس این تیک آخری رو هم میگیرید. بعد از اینکه اینا رو گرفتید 90 تا پوینت باید بتونید کامل اینجا بگیرید. حالا این دیلی پوینت ها هم که مشخصه، هر روز میتونید بیاید 5 تا پوینت هم اینجا اضافه بگیرید. حالا برگردیم سراغ اون سایت هانیجر که میخواستم بهتون بگم. بچه این هانیجر خودش اصلا یه سایت جدا هست و من سایتش رو تست کردم. یه سری آدم کله گنده پشتشه و خود این هانیجر اومده یه کالکشن NFT آورده بالا که الان جنتوش رو شما میتونید مینت کنید. اگر روی پلی ناو بزنید این قسمت، میتونید روی آربیتروم این رو داشته باشید. خودش سویچ میکنه روی آربیتروم 1 و هم با اتریوم هم میتونید این رو مینت کنید، ولی اگه با OH هم یا همون توکن اولمپوس اگه اشتباه نکنم هستش مینتش کنید 31% بهتون تخفیف میده. حالا من حساب کردم با قیمت الان اولمپوس یه چیزی هولوش $208 در میاد اگر بخواید با همین OHM یا همین اولمپوس توکن این رو مینت کنید. و اگر خواستین OHM هم بگیرید، خودش اینجا یه قسمت Get Some OHM داره که اگه بزنید میتونید اتریومتون رو تبدیل کنید به OHM و بتونید اینجا این کالکشن رو مینت کنید. یه لینک OpenSea هم داره بچه، این که همون قسمت سواپشه. اگر دوست داشتید میتونید بیاید اتریومتون رو تبدیل کنید به OHM،
و باش این کالکشن رو مینت کنید. من توصیه نمیکنم مینت کنید یا نه، ولی الان قیمتش توی مارکت $270 توی اوپنسی کف قیمتش، و چند وقت پیشم اومدم با کالکشن پجی پنگوان اگه یادتون باشه، جزء کالکشن های خیلی قوی توی اتریوم هست، با اونا دارن همکاری میکنن. حالا میتونه در دراز مدت همکاری خفن بشه، قیمت این کالکشن هم فضایی بشه، نجومی بشه، یا مثلا چند اتر بشه، ممکنه هم اتفاق نیفته و موفق نشن. اگر پولتون زیادی کرده یا دوست دارید مثلا شانستون رو امتحان کنید تو قسمت کالکشن های حالا برا، میتونید این رو هم داشته باشه، چون خود NFT های برا چین خیلی گرونه. بچه توی دیسکوردشون، دیسکورد اصلی برا، میتونید لینک کالکشن های اصلیشون رو هم چک کنید اگر دوست داشتید قیمت ها رو ببینید. یه قسمت لینکس ان اینفو داره، اینجا کل کالکشن ها رو گذاشته، لینک های اوپنسیش رو میتونید دونه دونه اینا رو چک کنید، ولی خیلی گرونه، یعنی در حدیه که اصلا نمیشه خرید، راجبش نمیشه صحبت کرد. اگر دوست داشتید میتونید خود کالکشن های رسمی برا چین رو هم اینجا ببینید، ولی این فعلا قیمتش خیلی بالا نیست، میتونه منطقی باشه. حالا من رو پلی نا بزنم، لینک اوپنسیش رو هم بعدا براتون باز میکنم. اینجا دیشب چک کردم یه چیزی هولوش $270 بود، چینش هم آربیتروم، این بالا خودش نوشته، یعنی روی آربیتروم میتونید مینتش کنین. الان کف قیمتیش یه چیزی هولوش، حالا پرایس هم من گوشم لاتو های $277. اوکی، قیمتش هم حالا اکتیویتیش رو بخوایم نگاه کنیم، حالت سودی گرفته، یعنی اینجا اگه مثلا 2 اکتبر می اومدید میتونستین با قیمت خیلی پایین تر بگیرین از خود اوپنسی، ولی قیمتش هم همچنان حالت سودی گرفته. اینجا هم خب میبینید خرید زیادی انجام شده، تقریبا بوده 500 پیش آقای اومده این کار رو انجام داده، خریدی انجام داده دوباره 7 ساعت پیش، یه روز پیش. اکتیویتیش هم بد نیست، خرید و فروش داره میشه روش. حالا اگر دوست داشتید میتونید اینجا این کالکشن رو هم مینت کنید، مینتش با OHM از همه به صرفه تر، $207 براتون در میاد اگر دوست داشتید. حالا باز من اینجا بک میکنم، اینجا خود این سایت هم یه سری تسک و اینا داره، اگه دوست داشتید میتونید تسکاشون هم انجام بدین. حالا من تو قسمت فکر کنم اینجا بود یه سری تسک داشت، خب تو این صفحه فاسط براچین بود بچه ها، اینجا هانیجر رو که بزنید اون صفحه براتون باز میشه که الان بهتون نشون دادم، که کوستای این قسمت هانیجر هم اینجا هست، میتونید حالا اکسپت کنید بهت کوستاش هم دونه دونه انجام بدید. یه سری بج هم داره که این بج هم میتونید بگیرید که میتونه تاثیرگذار باشه حالا توی ایردراپ شبکه برا، چون یه فعالیتی هم اینجوری دارید روی براچین انجام میدید، چون دقیقاً زیر شاخه برا هستش، میتونه براتون مفید باشه. احتمالاً ایردراپ خفنی داشته باشیم رو براچین بچه‌ها، پس حتما این کوستا و تسکا رو انجام بدید، با شبکه‌اش درگیر باشید. اگر دوست داشتید میتونید کالکشن NFT شون هم برید چک کنید، یا از همین هانیجر اگر حالا تمایل داشتید میتونید یه دونه مثلا از NFT هاش رو مینت کنید. هیچ توصیه‌ای نمی‌کنم، باز خودتون تحقیق کنید، ولی احتمال خیلی زیاد یکی از خفن‌ترین ایردراپ‌ها بشه این براچین، چون خیلی فومو هست، هایپ هست روش و کاربرای خیلی زیادی رو هم جذب کرده. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید، اگر جایی باز مشکل داشتید برام کامنت بذارید تو یوتیوب، لایک و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیو بعدی. پیس آوت.